در تظاهرات تهران بیش از 500,000 نفر مصمم شرکت کرده بودند. اخطار علیه تظاهرات به طور مستمر از شبکه رادیو و تلویزیون پخش می شد. حامیان دولت به مردم توصیه می کردند که در خانه هایشان بمانند. به عنوان مثال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جوانان خواست که جان خود را به خاطر لیبرالیسم و کاپیتالیسم از دست ندهند. آخوندهای عالی رتبه اعلام کردند که تظاهر کنندگان بدون توجه به سنشان به عنوان محارب با خدا محسوب می شوند و در نتیجه در همان محل اعدام می شوند. حزب اللهی ها مسلح شده و با کامیون ها آورده شده بودند تا خیابان های اصلی را ببندند. به پاسداران دستور شلیک داده شده بود. تنها در محدوده دانشگاه تهران 50 تن کشته، 200 تن زخمی و 1,000 نفر دستگیر شدند. این فراتر از همه درگیری های انقلاب اسلامی بود. مسئول زندان اوین لاجوردی با خوشحالی اعلام کرد که جوخه های اعدام 23 تظاهر کننده از جمله چند دختر نوجوان را اعدام کردند. دوران ترور آغاز شده بود. بله، این هم از سال قانون و برادری و عطوفت در قاموس خمینی.